سلام بچه ها، من اومدم با یه ویدیوی آنباکس دیگه. سیستم تاک میلیونی مادر بردو ببین، مادر همه برداست. کار نما ببین، 980 پروه ها، 6 ماه کنی یه چوز کار دو دادم. چه از ویدیوی آنباکسینگ ساختنه؟ سره؟ تمیستر؟ بردو سیلا فرزاد اینجاست. این اولین ویدیوی من در مورد تکنولوژی، در مورد سخت افزار کامپیوتر. میدونم خیلیاتون کلی چیز در موردش بلدین، قطعا خیلیاتون هم هستین که بهتر از من بلدین، ولی من کلی ها رو میشناسم که با اینکه در روز با کلی نرم افزار خاص دارن کار میکنن، در مورد سخت افزار کامپیوتر خیلی چیز خاصی نمیدونن و دوست دارن که کلی چیزا در موردش یاد بگیرن. سال 2020 فروش لپتاپ، تبلت، اسمارت فون و کامپیوتر خیلی افزایش پیدا کرد. همون دلیلش رو میدونیم چرا؟ کرونا. سال 2020 برای همون سال خیلی متفاوتی بود و به خاطر شرایط جدیدی که به وجود اومده بود ما مجبور شدیم که نحوه کار و زندگیمون رو تا حد زیادی تغییر بدیم. دانشجوها، دانش آموزا، استادا، معلما، شرکت‌ها و خیلی از فروشگاهایی که تا سال قبلش با کامپیوتر کار نمی‌کردن یا میزان کار کردنشون با کامپیوتر خیلی کم بود، بعد از این داستان کامپیوتر تبدیل شد به یکی از ابزار اصلی و مهم کار و زندگیشون. پس الان شرایط برای همه طوریه که اگر بخوایم این سیستم کار کردن با کامپیوترمون حتی بعد از اینکه این شرایط کرونا کاملا برطرف شد ادامه بدیم و بخوایم این روندی که شاید برای خیلیمون تو کار کردن یه جوری مدرن به حساب بیاد و ادامه بدیم، هممون نیاز داریم که در مورد قطعات کامپیوتر و سخت افزار کامپیوتر بیشتر بدونیم تا اگر دفعه بعدی قصد خرید یه سیستم جدید یا آپگرید کردن سیستم قبلیمون رو داشتیم، دیگه فقط روی بودجه که داریم و روی پیشنهادات فروشنده بسنده نکنیم. این ویدیو سه تا بخش داره. بخش اول و دوم شامل معرفی قطعات کامپیوتره و پارامترهای مهمی که شما برای خرید نیاز دارید بهشون توجه کنید. البته من این پارامترها قرار نیست توضیح بدم که ویدیو خیلی خسته کننده و طولانی بشه، فقط بهتون معرفی میکنم و اگر که شما یه روز قصد داشتین سیستمی که الان دارین آپگرید کنه یا برید یه کامپیوتر یا لپتاپ جدید برای خودتون بخرین، نیاز دارین که در مورد تک تک این پارامترها تحقیق کنید. من به هیچ عنوان نمیگم بهتون که این ویدیو کامل همه چی رو ببینید، ولی اون دوستایی که اطلاعاتشون در مورد سخت افزار کامپیوتر کمه و اگر دوست دارن که این چیزها رو یاد بگیرن، این ویدیو میتونه روش خیلی خوبی برای شروع باشه. توی بخش سوم ویدیو اسمبل کردن قطعات کامپیوتر رو براتون گذاشتم که یه پیش‌زمینه از اسمبل کردن کامپیوتر هم داشته باشه. ویدیو اسمبلی این قسمت هم باز ویدیو کاملی، چون خیلی طولانی و خسته 5 ساعت میشه. اسمبل کردن کامپیوتر واقعا کار راحتیه، فقط نیاز به دقت داره، باید قشنگ برای زمان بذارین به حوصله و بعد تمیز کار رو انجام بدین و حتما باید قدم‌ها رو به ترتیب برین جلو، چون اگر یه سری کارا رو جلوتر برین انجام بدین بعداً ممکنه که به مشکل بر بخورین و خیلی از تایمتون این وسط بره. یه صحبت کوچولو با اون دسته دوستایی که تو بحث سخت افزار کامپیوتر خیلی پروان و 100 درصد خیلی هم از من بهتر بلدین، خواهش میکنم در نظر داشته باشین که محتوای این ویدیو برای اون دسته از دوستایی که با سخت افزار کامپیوتر آشنایی ندارن یا میزان آشناییشون خیلی سطحیه، بنابراین خواهش این موضوع رو درک کنین که من نمیتونم وارد تاپیک های خیلی عمیق مثل TDP و پارالیلیزیشن و هایپر تریدینگ و بوست و اورکلاک و این صحبت ها باشم، به خاطر اینکه هم تایم ویدیو خیلی طولانی میشه، هم حجم اطلاعات خیلی زیاد میشه و اگر کسی باشه که بخواد این ویدیو رو ببینه به امیدی که بخواد یه سری چیزا توش یاد بگیره، کلا با شنیدن این اطلاعات خیلی زیاد و تایم طولانی ویدیو کلا بیخیال میشه و دیگه هیچ وقت سراغ این چیزا نمیره. بنابراین خواهش میکنم اگر توضیحات من بعضی جا ناقص بود یا مثالایی که میزدم به نظرتون خیلی مکسنس نمیکرد و غلط غلط بود، چیز نکنین دیگه، بگین وای همه رو غلط گفت، چرا اینجوری گفت، چرا اونو نگفت، چرا به جای DDR رم نگفت دابل دیتا رید، نمیدونم رندوم اکسس میموری و فلان. پس طرف اول راه رفتن رو یاد بگیره بعد میبرمش فوتبال.
تازه اگه خودشون هم خوششون بیاد از این تاپیکا بعدا میرن میخونه همه رو بهتر از من و شما میاد. من توی این ویدیو از چند تا دوستان کمک گرفتم که یه مقدار تا جایی که خودم میتونم ویدیو رو بالاتر کنم و یه قسمتایش رو سعی کنیم با بچه ها یه جوری بسازیم که شاید حالا یه کوچولو درک و فهم کار کردن این قطعات هم راحت تر بشه. یه ذره توپیک سخت افزار کامپیوتر شاید خسته کننده باشه برای بعضی. اولیش مهراده که همه تو ویدیو دیدینش و قراره که نقش سی پی یو رو بازی کنه. دومین نفر آریانه که به جرئت میشه گفت موثرترین و تاثیرگذارترین شخص توی ویدیو هاست. سومین نفر سهنده که قراره دو تا نقش رو بازی کنه، یکی نقش هارد اس اس سی یا ام بی ام ای و یکی هم نقش رم، و خود منم که قراره یه جایی نقش رم رو بازی کنم. و در نهایت سامان که توی تصویرهای ویدیو نیستش ولی شاید بعضی جا دستاش معلوم باشه، توی فیلم برداری خیلی به ما کمک کرد و توی اسمبل کردن کامپیوترش همه این چیزا رو از ما بهتر بلد. هر کلیک یا دکمه‌ای که ما میزنیم اول کامپیوتر باید بفهمه چیه و باید بفهمه که ما ازش خواستیم چیکار کنه، بعد میاد اون دستور رو بین قطعات دیگه تقسیم میکنه. بنابراین یه قطعه باید این وسط باشه که تصمیم گیرنده اصلیه و اینکه حرف آخر رو میزنه و کار رو بین بقیه تقسیم میکنه. هندل کردن و تعیین کردن اینکه کدوم قطعه چه کاری رو باید انجام بده توسط قطعه اصلی به نام واحد پردازش مرکزی صورت میگیره که همه بهش میگیم سی پی یو. سی پی یو خیلی وقتا به عنوان مغز کامپیوتر شناخته میشه و هر اتفاقی که تو کامپیوترتون میفته، هر برنامه‌ای که اجرا میشه، مثلا رو برنامه مثل کروم کلیک میکنی، سی پی یو اون برنامه رو براتون اجرا میکنه. سی پی یو کامپیوتر توسط دو تا کمپانی AMD و اینتل طراحی ساخته میشن. هر دو تا کمپانی خیلی خوبن و با هم شدیداً در رقابتن. تنوع سی پی یوشون هم خیلی زیاده. سی پی یو اینتل با دسته‌بندی‌های مثل پنتیوم، i3، i5، i7، i9 و زیان یا زون شناخته میشه. دسته‌بندی‌های AMD هم نام‌هایی مثل اتلون، رایزن 3، رایزن 5، رایزن 7، رایزن 9 و ترید ریپر هست که اگر دوست داشتین میتونید برید لیست کامل همشون رو بخونید و تعداد سی پی یو که داخل هر دسته است بازم خیلی زیاده. اولین پارامتر انتخاب سی پی یو اینی که دقیقاً می‌خوای با کامپیوتر چیکار کنی. منظور اینه که بجز موزیک و فیلم و حالا چرخ زدن تو اینترنت، هدف اصلی چیه؟ می‌خوای باهاش کار طراحی کنی، تو برنامه مهندسی می‌خوای باهاش کار موزیک بکنی، ویدیو تدوین کنی، می‌خوای باهاش گیم بزنی، استریم بزنی، هدف اصلی چیه؟ اینو مشخص کن. پارامتر بعدی میشه تعداد هسته‌های سی پی یو یا کور. بعدش دیگه اگر دوست داشتی می‌تونی در مورد تاپیک‌های مثل ترد، مثل اورکلاک و فرکانس سی پی یو مطالعه کنی. حالا سی پی یو توی کامپیوتر روی یه قطعه بزرگتری به نام مادربورد قرار می‌گیره. مادربورد در واقع مثل اسکلت بدن ماست که اندام‌های مختلف ما رو کنار همدیگه نگه داشت. حالا الان اگه بچه‌های پزشکی بخوام نه کار استخونی نیست، اسکلت وظیفش وایسا، می‌خوام فقط کانسپت داستانو بگیره، بلکن بقیه رو. در واقع قطعاتی که قرار با همدیگه در ارتباط مستقیم باشن تو کامپیوتر از طریق مادربورد به همدیگه وصل میشن. از اونجایی که همه اطلاعات وارد سی پی یو میشن، سی پی یو باید خیلی سریع همه رو پردازش کنه که سرعت کامپیوتر کند نباشه، دیگه واسه هنگ کنی موخت. بنابراین دسترسی سی پی یو به اطلاعات مورد نیازش برای انجام دادن اون کاری که شما ازش خواستین باید خیلی سریع باشه و اطلاعاتی که سی پی یو نیاز داره رو از قطعه به نام رم دریافت میکنه که یه حافظه موقت مثل حافظه کوتاه مدت مثل ماهی میمونه. رم همه اطلاعاتی که سی پی یو در لحظه بهشون نیاز داره، مثل آدرس ها، دستور عمل ها یا فایل هایی که سی پی یو بهشون نیاز داره تا یه برنامه رو اجرا کنه، به سرعت در اختیارش میذاره. چون رم با سی پی یو باید در ارتباط مستقیم باشن و اطلاعات بینشون با سرعت قراره که جابجا بشه، جفتشون روی مادربورد قرار میگیرن. پارامتر اصلی انتخاب رم نسل رمه که تقریبا بیشتر دو دهه است با اسم DDR یا دابل دیتا ریت شناخته میشه. و الان اگه بخواید کامپیوتر برای خودتون بخرین یا حالا یه لپتاپ، فکر می‌کنم که رمش DDR4، اگه چند سال پیش این کارو کردین احتمال رمش DDR3ه. DDR و DDR2 هم یه جورای دیگه منسوخ شدن. DDR5 هم جدیداً اومده ولی نمیدونم حالا تو ایران هست و قطعاتی که رم DDR5 رو ساپورت کنه موجود هستش یا نه. پارامتر بعدی انتخاب رم حجم رمه که دیگه الان چند سالی واحدش گیگابایته که ما به اختصار میگیم گیگ، و اینکه دیگه الان بیسیک ترین سیستم، یعنی ساده ترین لپتاپی که شما تهیه میکنید یه حداقل 4 گیگ داره، و اینکه اگر بخواد کسی برای خودش یه کامپیوتر جدیدی تهیه کنه یه حداقل باید 8 گیگ روش باشه. پارامتر بعدی انتخاب رم لیتنسی و فرکانس رمه که باز زمان این دو تا تاپیک هم اگر که علاقه داشته باشین باید خودتون جداگانه برید مطالعه کنید، یه ذره مسئله طولانی و پیچیده‌تره.
هارد مثل حافظه طولانی مدت ماست، مثل خاطرات ما، مثل همه چیزایی که ما یاد گرفتیم. در واقع ما همه فایل ها و موزیک و عکس و فیلم و برنامه و این چیزها رو باید روی هارد ذخیره کنیم. رم اطلاعات مورد نیاز برای سی پی یو رو از هارد میگیره و چون سرعت هارد نسبت به رم پایینه، ما رم رو بین سی پی یو و هارد داریم که اطلاعات رو بگیره و سریع انتقال بده به سی پی یو. تکنولوژی هارد مثلا تو چند سال اخیر خیلی پیشرفت کرده و عمدتا ما سه مدل اصلی هارد داریم، هاردهای اچ دی دی یا مکانیکی که همتون دیدین هاردهای بزرگی هستن و یه سری بیت بلک های مکانیکی توشون دارن که چون اینا حرکت میکنن و در واقع قطعات مکانیکی هستن، احتمال داره که بعد از یه مدت عمر مصرفشون تمام بشه یا در اثر ضربه و شوک و این چیزا اطلاعاتشون از بین بره که شاید برای خیلیتون تا حالا پیش اومده باشه. هارد اس اس دی یا اس اس دی ام وی ام ای جدا این که چند تا مدل مختلف دارن، از نظر ابعاد و اندازه از هاردهای اچ دی دی کوچیک‌تر هستن، قطعات متحرک داخلشون نیست ولی قیمتشون بیشتره چون سرعتشون تقریبا خیلی بیشتره، زیادتره. با توجه به اینکه سرعت هارد اس اس دی و ام وی ام ای از هارد اچ اچ دی بیشتره، اگه بخوایم سیستم جدید برای خودمون تهیه کنیم بهتره که یه دونه هارد حالا اس اس دی ام وی ام ای داخلش باشه که سیستم عامل و برنامه که قرار روش اجرا بشه روی اون هارد پرسرعت باشه که اون هارد سریع اطلاعاتو بده به رم، رم بده به سی پی یو. بعد برای آرشیو کردن فایل های دیگه مثل عکس و موزیک و فیلم و این چیزا میتونیم از یه هارد اچ دی دی استفاده کنیم، به خاطر اینکه هارد اچ دی دی نسبت به حجم زیادی که دارن قیمت کمتری دارن. حداقل حجمی که باید برای سیستم عامل و برنامه که میخواین روش نصب کنین در نظر بگیرین یه هارد اس اس دی یا ام وی ام ای که حجم 120 یا 240 گیگ باشه. 120 به نظر من خیلی کم، ولی برای اچ دی دی که در واقع میخواین فیلم و موزیک و این چیزا رو داخلش آرشیو کنین میتونین حداقل هارد 1 ترابایت تهیه کنین، هر 1 ترابایت تقریبا 1000 گیگابایت. حالا چون که هارد باید با رم در ارتباط مستقیم باشه و اطلاعات سریع به دستش برسونه که رم اونا رو انتقال بده به سی پی یو، هارد هم باید به مادربرد وصل بشه. من که بله، شما میتونید چند تا هارد رو به مادربردتون وصل کنید. بریم سراغ کارگرافی. همه سر کارگرافی پول کم میارن. کارگرافیک مثل سیستم بینایی ما میمونه. در واقع کارگرافیک خودش یه دونه مادربرد و رم و سی پی یو داره که در واقع تو یه دونه پک ارائه میشن. هسته مرکزی کارت گرافیک که ما بهش میگیم جی پی یو خیلی شبیه سی پی یوه، با این تفاوت که تعداد هستهای جی پی یو خیلی بیشتر از تعداد هستهای سی پی یوه، ولی کاری که جی پی یو انجام میده خیلی ساده تره. بیت کوین یا ماینینگ اگر تا حالا اسمشو شنیده باشین، یا بازی کردن، یا کلا وقتی کاری که الگوریتم خیلی زیادی داره و بعد تون تون پشت سر هم باید حل بشن، ولی ساده همیشه انتقال پیدا میکنه به کارت گرافیک. سی پی یو تسکای خیلی مهمتر پیچیده تری باید انجام بده. دو کمپانی اصلی که کارت گرافیک تولید میکنن انویدیا و AMD Radeon یا رادون هست که باز مثل کمپانی ساخت سی پی یو خیلی با هم در رقابت هم و جفتشون خیلی خوبه. پارامتر اصلی تو انتخاب کارت گرافیک میتونه ویرم باشه و تو برنامه طراحی مهندسی و کار تدوین بجز ویرم باید به کودا کور و اوپنسیلش هم توجه کنید. برای من در مورد اینا حتما برید مطالعه کنید. خنک‌کاری قطعات کامپیوتر مسئله خیلی مهمیه و بین خنک‌کاری این قطعات سی پی یو داستانش از همه بیشتره. کارت گرافیک خودش قطعات خنک کنندش روش نصب شده و در واقع با اون پکیج بهتون ارائه میدن که شامل فن و هیتسینک. هیتسینک هم یه جوری شبیه رادیاتور خونه عمل میکنه، ولی سی پی یو ها بعضی هاشون در واقع با فن و هیتسینک خودشون ارائه میشن و بعضی دیگه شون هستن که بدون سیستم خنک‌کاری هستن و باید حتما جداگانه براشون سیستم خنک‌کاری تهیه کنید. روش های خنک‌کاری سی پی یو دو مدله، یکیش ایر کولینگ که خیلی سال هست، یکیش هم لیکوید کولینگ. فقط خیلی فکر میکنن که لیکوید کولینگ به دلیلی که داره از مایع استفاده میشه و خب مایع برای خنک‌کاری بهتره، درنچه لیکوید کولینگ هم فکر میکنن که همه بهتره، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که بازی سرچی بکنیم، به خاطر اینکه خیلی از سیستم ایر کولینگ هستن که هم نویز کار کردنشون کمتره، همین که سی پی یو با دمای پایینتری میتونن نگه دارن و اینکه قابل اعتمادنشون قطعات مکانیکی داخلشون نیست، مثلا پمپ داخلشون نیست. شما توی لیکوید کولینگ پمپ دارین که بعد مایع رو برسونه به رادیاتور خنک شه و برگرده، و اگر که پمپ چون قطعاتش مکانیکی اگر که خراب بشه در واقع میتونه برای سی پی یو تو مشکل درست کنه. در نهایت میرسیم به منبع تغذیه یا پاور که در واقع برق کل سیستم ما رو تامین میکنه و مهمترین پارامتری که پاور داره واتیه که در واقع برای سیستم ما تامین میکنه. برای انتخاب پاور مناسب که خیلی ضعیف نباشه و همینطور خیلی هم برای سیستم ما قوی نباشه بخوایم هزینه زیادی براش پرداخت کنیم، میتونید از وبسایت استفاده کنید
که در واقع میزان پاور مورد نیاز شما رو براتون محاسبه میکنن. به این صورت که میتونید وارد این وبسایت بشین، قطعاتی که داینا مدلشون رو داخل این جدولش وارد میکنید و اون براتون حساب میکنه که شما با چه پاورید با چه واتی تهیه کنید. حالا میتونید یه لول قوی تر از اون چیزی که اون سایت بهتون پیشنهاد داده تهیه کنید که دیگه برای همیشه خیالتون راحت باشه. بعدش دیگه میره سراغ کیف و فن و RGB و از این جینگولک بازی ها که اونا رو با یه سرچ کردن همه رو خیلی بهتر از من میتونید خودتون یاد بگیرید. این از دوتا بخش اول. حالا بریم سراغ اسمبل سیستم. ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. اگر که علاقه من به تاپیک های مربوط به سخت افزار کامپیوتر هست، حتما تو کامنت ها به هم بگین که توی ویدیوهای بعدی بتونیم در مورد جزئیات ریسترش با هم دیگه صحبت کنیم. یه مورد خیلی کوچیکم می‌خواستم بهتون بگم. من وقتی که این کامپیوتر رو اسمبل کردم، خیلی دلم خواست بگم که برای کار تدوین چطوری عمل می‌کنه. برای همین من تمام شات های این ویدیو رو در واقع 4K ضبط کردم و 4K همونطور که می‌دونید 4 برابر رزولوشن 1080p که ما خیلی وقت باهاش فیلم دانلود می‌کنیم. در واقع رزولوشن 1080p یعنی طول تصویر 1920 و عرضش 1080 تا پیکسل داره. رزولوشن 4K یعنی که طول تصویر 3840 و عرض تصویر 2160 تا پیکسل داره. تدوین کردن یه دونه ویدیو 4K خیلی سیستم قدرتمندتره. خب با توجه به افکت و کالر کارکشن و کالر گریدینگ که روی ویدیو قرار میدیم، ولی خب در طول پروسه تدوین ویدیو به نظر من این کامپیوتر خیلی خوب عمل کرد. حتی میکنم از سابسکرایب کنید، این زنگوله رو هم بزنید. خدافظ. فرزاد آقا کامپیوتر آماده شد یا بذارم لهت کنم؟